خوش اومدین به امروز. چرا مقامات در جمهوری اسلامی به جای شفاف سازی درباره یه همچین حادثه‌ای که این همه افکار عمومی رو متاثر کرده چه در داخل کشور چه در خارج از کشور به سمت پنهانکاری دارن پیش میرن، به سمت امنیتی کردن فضا دارن پیش میرن؟ ببینید، به نظرم چون کار دیگه بلد نبودن توی این سال‌ها انجام بدن. ما هر اتفاقی که دیدیم، هر حادثه‌ای، هر بحران امنیتی، هر بحران سیاسی، بحران اقتصادی و حتی بحران‌های اجتماعی، می‌بینیم که تنها برخوردی که جمهوری اسلامی اومده انجام داده اینه که اول فضا رو امنیتی کنه که حالا خبری فعلا بیرون نره، بعد حالا تصمیم بگیریم که چیکار کنیم. ضعف خودش رو اصولا میاد با این امنیتی کردن فضا پر می‌کنه تا صرفاً جلوی اطلاع رسانی رو بگیره و اون ضعفایی که تو حوزه ساخت و ساز توی آبادان داشت رو اومده با این کار جلوشو گرفته. حالا توی آبادان هم ما می‌بینیم مردم وقتی بیرون اومدن و اعتراض کردن، کاملا عین یک بیانیه عمل کردن. این شعارهایی که می‌دادن، عزاداری کردن، از به صدا و سیما اعتراض کردن و مخصوصا اون بخش صدا و سیماش. ما می‌بینیم که تلاش حاکمیت بوده که بیاد جور دیگه ای نشون بده قضایا رو و یه سری شایعات رو بیاره تبدیل به خبر کنه و یه سری دروغ رو وارد افکار عمومی بکنه و بگه که اوکی، این اتفاقاتیه که داره میفته و بقیه دروغه. ولی خب مردم اومدن واکنش نشون دادن نسبت به عبدالباقی، نسبت به دروغ‌های صدا و سیما و به نظرم جواب محکمی دادن توی تجمعاتشون. امشب شاهد بودیم که تو خرمشهر هم معترضا اومدن به خیابون و مطالباتی رو مطرح کردن که فراتر از به نوعی دستگیری مقصران فروریختن ساختمان بوده. مقامات بالادستی رو تو شعارهاشون نشانه رفتن. فکر می‌کنین که چرا شعارها به این سمت حرکت کرده؟ ببین، مادامی که برخورد با مسائل مختلف به این صورت هستش و ما هر حوزه‌ای رو وارد بشیم می‌بینیم تش به حاکمیت میرسه و وقتی حاکمیت هم میاد جلوی دادخواهی مردم رو میگیره، در نتیجه هیچ راهی باقی نمونه برای مردم که به اصل کاری و به مسئولین استانی، مسئولین کشوری و حتی رهبری اعتراض کنن و تو این فضا واقعا چاره‌ای نیستش و مردم آگاهانه و با ذهن باز اومدن تو خیابون و اون شعارهایی رو میدن که نشون میده که چقدر آگاهن نسبت به اتفاقاتی افتاده و پروپاگاندای صدا و سیما نمیتونه تو روشون تاثیر بذاره. ما می‌بینیم امروز یک تجمع توی استادیوم آزادی برگزار شد برای یک پروژه به اسم سلام فرمانده. خب همینو دستمایه شعار خودشون کردن و باهاش شوخی کردن و تمسخر کردن این سرود سلام فرمانده رو و با همون فرمانده فرمانده شهر زیر آوار مانده خواستن نشون بدن که این پروپاگاندا دیگه روشون تاثیر نداره. و خب این پروپاگاندا رو کی ایجاد می‌کنه؟ صدا و سیمای حکومتی و همچنین حاکمیت و مردم. طبیعیه بله. که هر از حوزه اجتماعی و سیاسی بیفته به حاکمیت رو نشونه بگیرن. ممنونم. احسان نادرپور، روزنامه‌نگار از استانبول.